دیدی رحیم پولو یه جایی گذاشته بودی یادت رفته بود؟ خب خدا رو شکر که مسئله هم حل شد. چی گفتم این مسئله هم آسونه؟ ببین من بچه که نیستم، میگم میکنم پسره قدرت پوله رو برداشته تا دیدی گندش داره در میاد اومده گذاشته اونجا. تو هنوز به این قدرت بیچاره مشکوکی؟ اصلا سابقه نداره من پولو یه جا بذارم یادم بره، اونم کجا؟ زیر اون دستگاه. ای لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. بالاخره بعد ترتوش در بیاد، این پول چجوری رفت اون زیر؟ بابا حالا تموم شده دیگه، شما هم گیر ندین. چه طرز حرف زدن، گیر دادن یعنی چی؟ ببخشید خب سویلا اینجوری حرف میزنه، تو مدرسه ما هم اینجوری شد. ما حرف داریم میزنیم، به کی گیر دادن؟ به قدرت، حسام، زن، بچه. باشه کجا؟ میرم اونجا غذا بخورم، زن و بچه هم راحت باشن. راست میگه دیگه بابا، اصلا تشکر کنید یه لقمه رو راحت انگر اون بره پایین، مگه شما میذارید؟ باری کنه بیا، من هم نوشابتو میارم. بابا انگاشتو نکنم بیا بریم تمیزه بیا. خب بچه ها اینجا چی داشتیم؟ کوسینوس 2 ایکسمون شد 1/5، ماکسیمومش شد پرانتز باز سینوس به توان 4 ایکس کوسینوس ایکس پرانتز باز مساوی میشه با صورتش میشه 16، ماکسیمومش چی میشه؟ ماکسیموم پرانتز. خب خانم پویا شما نرمش گردن دارین؟ 4/5 به توان 2 پرانتز باز نه دیگه ببینی نه نه من قریبا مازی در نه یه موضوعی بود تموم شده، 2 میلیون حساب جدید اون موده بروش چکشو میفرستم برات بیاد. ما خودمون این کاره ایما داری این حرفا رو میزنی ها. سلام علیکم، زنده باشی، خداحافظ. خداحافظ شما، قربونه قربونه، مخلصم. به به اسماعیل خان گل، یاد فقیر فقرا کردی؟ چه خبر؟ شرمنده ام جانم، مغازه رو گشتم برای فروش، بد جوری پول لازمه. جدی جونش بابا، مغازت گل راستش چوب حرات چرا بهش زدی؟ تو فکرم که عمر من و شما فنا شده رفت. ای بابا، بعد از 24 سال نظر و نیاز خدا فرزاد داد به ما، سایه به سایش میرفتم که خوراک گرگا نشه، موزه و خورد خوراکش بودم که دوچار سوء تغذیه نشه، دلم خوش کردم که بزرگ میشه و عصای دستمو میشه، چماق شد توی مغزم. حالا هم که آقا گذاشته رفته، فرار کرده. فرار کرده؟ چنون میزدی زمین و گاز بگیره، لای منگنه میذاشتی که دیگه این غلطا نکنه. فرار کرده کدومه؟ فکر کردی نکردم؟ کتکی زدم، زندانیش کردم، امرو نهی کردم، هر چی که بگی انجام دادم. حالا رفته که رفته زیر، گفتم ها، چه دخل فروش مغازه داره این رفته؟ آقا چایی چایی دستو در نکنه، زنده باشی. آقا من برم اون پولو بریزم به حساب. برید به حساب، موجودی هم بگی برو چشم. زنده باشی بجون. چند وقت پیشا به بهونه کاسبی اومد از مادرش یه پول کلون خواست، سند خونه رو میذاره بانک، یه وام سنگینی میگیره. هنوز یه ماه نشده بود دیدم یه مش شارلاتان ریختن دور پسره، تمام زندگیشو به باد دادن. امون از دست این جوانای گیج مدعی. خلاصه اومدم بگم یه سهمی هم واسه ما بذار. چاکر شما هستیم. ببین قلبن راضی نیستم این کار انجام بدم، ولی دو تا از همکارا از من مغازه خواستن، مغازه شما هم که گل راسته هستش، ولی امیدوارم با پیدا شدن پولت مشکل حل بشه، نه فروش مغازه. دست درد نکنه، ممنونتم. چاره چیه؟ قربون شما، خیلی خوشحال شدم، خیلی هم ناراحت. قربونت برم. خدا حافظ. به سلامت. به سلامت. ای داد بیداد. خلاصه رفیق من، عزیز من، مام چی گیر افتادیم؟ او میدونم گیری آقا سی، تا یه هفته در روز یه پولاتو جور میکنم بهت میدم. میگی آقا رو تالا چند دفعه از این حرف رو زده؟ اسم میگی دیگه بابا، این هم یه قسم موتور فلان رو باره داره دیگه، جوانه دیگه، باید باش راه بیه دیگه داشت. یا بگو پول مالید بیخیال دیگه. نه بابا پول چی مالی؟ نه بابا چی مالی؟ دارم میرم پیک موتوری پول در بیارم بهت بدم. آخه آخه یه وقت خسته میشی ها؟ یه حرف میدونی یعنی چی؟ یعنی این پول اگه دست ما رو بگیره چی؟ حداقل یه سال طول میکشه. بابام که ایشالله نامرد نیستی بیم در مغازه رو باش. بابام چرا آقا هستی؟ من شما پول گرفتم که بابام نفهمه. نه بابا بهت میده، موضوع خانوادگیه. نه ببین داداش، این آقا محسن ما الان یه خدا هست و پاسه، نداره تو دست و بالش. چون خودت نگاه نکن، ماشاءالله هزار ماشاءالله یه چرخ بزنی صد مدل این پولا در میاری. نداره، باید بذاری یه خودی سبکتر شد بگیری ازش دیگه. همین دیگه، اگه مرد بود که دستش یه جا بند میکردم. جربوزه نداره، جا میزنه. آه ببین
این پوهنه داره بهت میده ها. به خدا من هر کاری باشه میتونم بکنم، میدونه راست میگه بابا. بچه با جاروزه این هم بچگی تا حالا عوضه بارش کار میکرده، خیلی با عرضه هست. این بچه سوسولا نیستش که من جروسته. باش حالا باید فکر کنم، همون تو هم باید به فکر پوله باشی تا بعد ببینیم چی میشه. آره نیست بس کردم بچه. این هم بزن جون میگیری. دست شما درد نکن. داشت دمت گرم. خیلی آره میشین کار رو دارم. این دوتا رو بگی بزن روشن شی. با دم شما گرم. فقط دوتاشو با هم نزن که خیلی روشن میشه. حالا یه بچه ارتفاعی هم میگیریم میگه. نه با نمک میخوری زمین. نره ولد هم تو چیز کن این داستانی رمانگی زنی رو همچین بنزین بالا. سردیه سردیت میشه. بده به محسن اینا رو بزنه فلان گرم میشه تا بعد. باشه دارش فکر تو دیگه ما رو دوست نداری یا باشه موازه به خودت باشه. خدافز اول تو. به به خیلی خوشمزه بود. دست در نکنی ماما. بله خوشمزه بود. یه فکر هم برای این ظرفا بکنی. ظرفا رو من میشورم. امکان نداره پدر. این دفعه رو نادیده میگیریم. شام بفرماییم بیرون. به جای جروبست پدر دختری فکر این ظرفا رو بکن. بعد از شام یه چای خوب میچسبه. چای نیم ساعت بعد غذا حداقل. اینم چای دم کردم برای نیم ساعت دیگه. خب منم ظرفا رو بشورم و بله وای بندازی من پشتش رو براتون میبرم. ببند ببینم ازم. ممنون دخترم ممنون. خواهش میکنم. سهر سبا از کی تا حالا تو شام و نهارتو با هم میخوری؟ از همون وقتی که قحطی شده و شما گشنه موندی. نه ولی واقعا میگم از وقتی رفتی تو این شرکت حسابی اشتهات باز شده. سبا یادت چند وقت پیش بال در آورده بودی خواهری بالتو قیشی کرد؟ یادته الان دوباره داری تکرار میشه همون جریان. الان میتونی بگیم چشم بانوی من. پدر ما از حالا تا 5-6 دقیقه دیگه منتظریم تا شما به جمع گرم خانواده پویا مقدم بپیوندید. شما بفرمایید من دم میام خدمتتون. نمونه رو نشون دادی؟ گفته زنگ میزنم. کی؟ یا امشب یا فردا. ببین اسماعیل یکم احتیاط کن، من تمام سرمایه‌مو توی این کار نکنه یه موقع بابا باز که ما رو دست کم گرفتی. شما زره بابا؟ آره تا یه روب دیگه آماده میشه. چقدر زود گذشت، انگار همین دیروز بود. میبینیم حالا دیگه برای خودشون خانومی شدن. بله بر سر جوی بنشین و گذر عمر ببین. با همین منوال که میگذره هم میتونی عروسیشونو ببینی، هم مادریشونو ببینی، همه رو میبینی. البته اگر فرصتی برای عبور از این گذرگاه باشه. حتما هست، چرا نباشه. امیدوارم. شادپوری. بله خانم. حف شدی. این همه تقلب داریم. پویا 18 و نیم. خرخون مروت 12. خانم عوضی شده، به جون خودمون ما 18 میگرفتیم. پاک ده 9 شدیم. چرا نسرین؟ ازت انتظار نداشتم. کوشکی 15. سهرابی شما که برگتون نیستش اما غیبت موجه، هفته آینده ازت امتحان میگیرم. ممنون خانم. خسته نباشین. ممنونم. ناقابله خدمت شما. دست شما درد نکنه. این مناسبت چیه خانم مقدم؟ والا دیشب حواس دولمه کرده بودم، درست کردم، گفتم شاید باب تب شما هم باشه. دست شما درد نکنه. پس یعنی دست باخت خودتونه دیگه. بله. خیلی ممنون. نوشه جونتون. دوتا خودتون کم نمیاد؟
نه، برای شما هم در نظر گرفته بودم. عذر میخوام. باشه. ببین تو چی پروندی بابا دیگه. ولی اگه پروندی خوب پروندی، چون فکر خوبیه. اگه بشه میتونی دیگه موتور رو بیاری خونه جلوشش بابات. آره دیگه بابا، پول موتور هم بابام چی میده، بعدش هم چی میدم پیک موتوری. نه بابا، تو مثل این که همچین زدی ارتفاع گرفتی آسمان مخت، همچین ابری نیست صدا داشته. نه بابا، بعد الان آفتابیش میکنم. برو خونه تون. خود دوباره خونه. از عشق خالی از داشتن همسر سرم شده. سلام بر مادر گلم. شما چطوری پدر خودم؟ تو چطوری آبجی خولم؟ سعیدم که طبق معمول خواب. یه نگاه به ساعتت بنداز. ساعتو ولش کن پسر نادونی، وقت شب کجا بودی؟ ها؟ آخه من چی؟ تازگی ها محسن، نه تو خوب درس میخونی، نه میری مغازه کمک پدرت. بابا پول چی؟ نمیده. من پول چی؟ میخوام. حالا هم چی؟ بای بای. کمک چه بفهمید چیه بابا جون؟ کار شده الدافی و ولگردی و تموم. پدر من قربونت برم، رفته بودم دنبال کار. چی؟ کار. میخوای بری سر کار؟ پیک موتوری. مگه تو موتور داری؟ خوشقره، بیل بزنی باغچه باباتو بیل بزن. تو عرضه کار کردن داری؟ بیا اون نازنین مغازه و پشت اون دست باشه کار کن. کار کن. خودم میرم میخرم، کار میکنم، قسطشم میدم. این کلاغم بزنیم 39 تا دیگه بزنیم 40 تا زدیم. کار میکنم. بعد من یه سوال دارم، درست چی میشه اون وقت؟ من میخونم، چه اشکال دارم؟ خواهر من، درستم هم میخونم، بعد از اون میرم کار میکنم. مهتاب، باشه یه لقمه غذا برای این داداشت حاضر کن، از گشنگی مخش تاب برداشته. نه نه، غذا هم نمیخوام. خیلی خوب. بای بای. مخش همیشه تاب داره. مخش در به داغونه تاب داره؟ کی درست بشه معلوم. اوی کجا میره؟ اونجا اتاق منه. هم بازیکن استاسانا تو پاسکاریاشون خوبن. قاطی هم بازیکن بود. من چه میدونم، یه جوری بود نبود بود، ولی من نمیدونم چرا اینجوری. اشتباه ما شده تو به خیر داشتن که ما. ای بابا جهنم کار کردی. ای بابا نگاه کن، واسه خدا قسم نگاه کن، زندگی درست کردی واسه ما. جناب علی هیچ وقت حاضر نشدی 5 دقیقه واسه بچت وقت بذاری. همیشه به چشم یه جزامی بهش نگاه میکردی. اون من بودم که تمام عمر و جوانیمو به کاش گذاشتم. منتی ندارم واسه اینکه همه چی؟ آره راست میگی تو. کجا بودی که من بدبخت یه عمر به جای اون خنده کردم، به جای اون گریه کردم، به جای اون به آینده تاریک و پر از سکوتش فکر کردم؟ پدر خوش غیرت، کجا بودی اونجایی که این بچه تب میکرد، محبت پدرانه احتیاج داشت؟ یه بار نشد تو با محبت این بچه رو بغل کنی؟ الهی که روز خوش نبینی. من هیچ وقت دیگه نمیخواستم تو بشنم. خانم با ما کاری داشته؟ خانم کوشکی بفرمایید. خانم با ما کاری داشته؟ شنیدم با دوستات آشتی کردی. بله خانم. آفرین، خیلی خوبه. دیگه هم از این بازی ها سرشون در نیار. بفرما.
از این وسیله درست استفاده کن. وای خانم دستتون درد نکنه، مامانم دلش هزار را میرفت و برسم خونه ها. بله مادرتون در جریانم. بفرمایید سر کلاستون. آخیش نازی خدا حافظ اعتباری. به جون بابا بیسکویت که جیبت نمیذاری؟ آره وایسا اینم بده آدرس دومیه که بهت دادم. گیج بازی در نری بری چه دیگه. آخه من کی گیج بازی در آوردم این بار دومش باشه؟ ببین بعد به فکر یه موبایلم باشی ها. یاد گرفتیم دیگه همه تو حرف میزنیم. چشم آب نمیخوره تو سالم به مقصد برسی. حسام جان پدر این آقای مهندس ما از همکاران بسیار خوب و قدیمی منه. متاسفانه ایشونم تو دام شکوهی افتاده. عجب. شما چطور؟ راستشو بخواین بعضی وقتا آدم فکر میکنه خیلی میدونه، حتی بیشتر از پدرش میفهمه، ولی وقتی به خودش میاد میبینه که همه چیزش رو از دست داده و دیگه چیزی براش نمونده. بله اتفاقا داشتم این پرونده آقای شکوهی رو مرور میکردم. شکوهی که نه، اسم اصلی صفدر امکانی. اینو میدونستیم؟ نه نمیدونستم. بله با چه حقه هایی از آدم و کلا برداری کرده؟ یعنی اگه روششو بهتون بگم تازه میفهمیم که این چه مارمولکیه. سبا اصلا کار قشنگی نیست. سهر یه دقیقه بیا داداشت مهتابو ببین که چی بشه؟ خب یه نگاش کن ببین چه شکلیه. سبا خانم سرک کشیدن تو زندگی مردم اصلا کار درستی نیست. مثل اینکه مردم اومدن تو زندگی ماها. بیا بیا یه نظر زمینه طلا و جواهر رو سبا اگه بابا بفهمه ناراحت میشه. بله حالا پرونده‌هاش همه تو کیفم. من فکر کنم کیفم تو ماشین جا گذاشتم. عجب. آی پوی من با عزتون یه لحظه ببخشید. خواهش میکنم. یواشکی نگاه کن ببین چه شکلی. همین سبا برو سر درست. سبا چطور بود؟ خیلی عالی بود. به من و تو چه؟ آی 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 سرم داغون شدن. سلام چته چرا انقدر ناله میکنی؟ سلام سلام ببین صبح تا الان جان سعیده این میگیره بل میکنه دمارمو تو مغازه در آورده. نکنه آنفولانزا گرفتی؟ بابا آنفولانزا کجا بود؟ یافتم زرتی که مریض نمیشه که آنفولانزا فزام کجا بود؟ آی آی میخوای بریم دکتر؟ نمیخوام بابا جون باش باشه اینجا خودم به تمرگم یه ساعت درست میشم جنسم رو میدونم. آی سعید جان من میرم رختار رو پنگ کنم برو دوتا. آی سرم داغون شدن. سلام چته چرا انقدر ناله میکنی؟ سلام سلام ببین صبح تا الان جان سعیده این میگیره بل میکنه دمارم رو تو مغازه در آورده. نکنه آنفولانزا گرفتی؟ بابا آنفولانزا کجا بود؟ یافتم زرتی که مریض نمیشه که آنفولانزا فزام کجا بود؟ میخوای بریم دکتر؟ نمیخوام بابا جون باش باشه اینجا خودم به تمرگم یه ساعت درست میشم جنسم رو میدونم. آی سعید جان من میرم رختار رو پنگ کنم برو دوتا مسکن برای بابات بیار. چه مرگم اینه میدونم. آی سرم بابا بیا برسا بردم خربون شکلت.
آی سرم داغون شدن. ما خوشم صبح سلام دادم. چه چرا انقدر ناله می‌کنی؟ سلام سلام ببین صبح تا الان جان سعید این میگیره بل میکنه دمارمو تو مغازه در آورده. نکنه آنفولانزا گرفتی؟ بابا آنفولانزا کجا بود؟ گفتم زرت که مریض نمیشه که آنفولانزا بزنم. کجا بود؟ آی هیچ خای بریم دکتر. نمیخوام. بابا جون باش. باشه اینجا. خودم به تمرگم بشه درست میشم جنسمو میدونم. آی آی سعید جان من میرم رختا رو پهن کنم. برو دو تا مسکن برای بابات بیار. آی آی آخ چه مرگمه نمیدونم. آی سرم بابا بابا بیا برسا بردم خربونه شکلت بده دوتا شوالت بدم بگی بابا خیر ببینی. آی مردم 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 الان میمیرم. چه اینجوری شدن بابا؟ بابا خوب شد جونم. آی آی چه اینجوری شدن؟ خدا آمد آن هندسی. اگه بخوای به هندسی بقل بابا به هندسی. بابا چکار میکنی؟ به همینطوره به چطوری؟ ما بگیم با سعید دفعه بیا دور دنیا بشم. بیا 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 موقعیت سیره بشم. بیا خیلی نمیشه که بزن 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 رهی بس کنی دیوونو بازی ها رو. تو چته رحیم؟ حالت خوبه؟ حالم خوبه مال دو دقیقشه. بد جوری حالم خوبه مژگان جون. چی گفتی؟ گفتی مژگان؟ مژگان کیه؟ ببین زن من شو قال کارو بکن تموم میشه بره. چی گفتی الان؟ ابرو کمون چشم عسلی مژگان حالا کیه؟ بیا بهت بگم که بیا چقدر این عمق سختی کم بود مژگان جون. نگو نمیشناسم و شمسی جونم از پرونده شروع میزا بهت بگم خوشگل قد بلند از آمان باریکلا رحیم. آفرین آقا رحیم یکی یکی داری من رو بو میکنی. نمیدونی چقدر بارم ببین این حرفا رو نزن عزیز من. من به خاطر الهه رد دستنم زیاد حرف بزنیم رجوع میکنم دو مرتبه. خدا ایشالله منو مرگ بده رحیم. یعنی نه چرا منو مرگ بده، ایشالله خدا تو رو مرگ بده. خیلی بیانصافی، خیلی نامردی، خیلی بیمرگی. ببین چه حال میده پرواز. ببین ببین قدرت قدرت میخوام پشتون منبه آب فرود بیام. برو که بگو ماشین رو بره کنار میخوام اونجا فرود بیام. وای اولین نفرم که برج میلان میپرم. اوه طوفان شده. بیام 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 بگیرش. تو کجا داره میری؟ میخوام ببین خونه رو به نامت کنم سند منگوله دار. آه بیا ببین میخوام که گوش کنم برای اون آخر محلش. من مال شما متعلق به شما مال شما. اگه خوب بود که خونه رو نمیخواست به نام من بکنه. گل بهاری صفای جان. اه آبجی هستم؟ کی از این بار اومدی؟ خدمه به دوشه بخواه آبجی هستم. او شوهر مافنگی چی داره؟ من ناکم او که دهنش بود پیاز بوده اینجوری. چه خبر؟ خیلی خوش آمدی آبجی هستم. هیچ دقت کردی ریخته ننه رو دیدی؟ ناکم چقدر شونه چودوی که برداشت دستی شده دو. چقدر زحمت کشید ناکم تو رو خود ناکم انقدر کنه بچه ها رو شست بیچاره شد. آبجی هستم پوشت با منه؟ ببین ببین چی میگی؟ در عرض 3 دقیقه 3 تا هوو بر من رو کردی. حالا من شبیه ننت شدم؟ خجالت بکش. خجالت کریم بگوی بیا بریم تمجدی اذیت نکن. ببین سوسول بازی در نه بعد اون یه خواهش داد کریم بیا بریم این دفعه تیم ما میبازه. بیا بریم میگم. سلام سلام ببین من دیگه نمیرم تلاش اینا بابا میگم بیا بابا بابا بیا یه دونه گوسفند خریدم دور از اون هیکلش همین انقدر ببین به 4 رقم بابا میکنه میگه ب ب ب بابا جدیه بیا بابا جدیه بیا پدرمونم بریم بریم ولی میگم بیا پیش یه چیزی من میگم نه نه بریم آزادی میری چرا آزادی موج مکزیکیش بزرگ یه تکون بده موج مکزیکی میکنیم بعدشم تو اون برام میشه میگه دی 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 پرسپولیس ما میگه دی 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 استقلال بعدشم ببین آی آی سعید جان من میرم رختا رو پهن کنم. برو دوتا مسکن برای بابات بیار. آی آی آخ آخ چه مرگمه نمیدونم. آی سرم بابا بابا بیا برسا بردم خربونه شکلت.
بده دوتا بگی بابا خیر ببینی آی مردم الان میمیرم چرا اینجوری شدن بابا بابا خوب شد جونم آی چرا اینجوری شدن من رو بندازی اگه میخوایی بندازی بغل بابا بندازی بابا چکار میکنی؟ فهمید چی قدر چطوری؟ ما رو بگیم باسایی دفعه بیا دور دنیا بشم بیا 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 موقعیت سیره بشم خیلی نمیشه که بخش کنش رهیم بس کنی دیوونه بازی ها رو تو چه ترهیم؟ حالت خوبه؟ حالم خوبه مال دو دقیقشه بد جوری حالم خوبه مژگان جون چی گفتی؟ گفتی مژگان؟ مژگان کیه؟ ببین زن من شو قال کارو بکن تموم شده بره چی گفتی الان؟ ابرو کمون چشم اصلی مژگان حالا کیه؟ بیا بهت بگم که بیا بیا چقدر این عمق سخته که هم بود مژگان جون نگو نمیشناسم و شمسی جونم از پرونده شروع میزا بهت بگم خوشگل قد بلند از باری کلا رحیم آفرین آقا رحیم یکی یکی داری من رو بو میکنی نمیدونی چقدر حالم ببین این حرفا رو نزن عزیز من به خاطر الهه رو دست دارم زیاد حرف بزنیم رجوع میکنم دو مرتبه خدا ایشالله منو مرگ بده رحیم یعنی نه چرا منو مرگ بده ایشالله خدا تو رو مرگ بده خیلی بیانصافی خیلی نامردی خیلی بیمرگی ببین چه حالی میده پرواز ببین قدرت میخوام پشت اون منبه آب فرود بیام برو که بگو ماشینه رو بره کنار میخوام اونجا فرود بیام وای اولین نفرم که برج میلاد میپرم اوه طوفان شده بیمار بگیرش تو کجا داره میری میخوام ببین خونه رو به نامت کنم سند منگوله دار آه بیا ببین میخوام که گوش کنم برای اون آخر محلش من مال شما متعلق به شما مال شما اگه خوب بود که خونه رو نمیخواست به نام من بکنه گل بهاری صفای جان آبجی هستم؟ کی از این بار اومدی؟ خدام دوشار خواهد آبجی هستم او شوهر مافنگی چی داره من ناکم او که درنش بود پیاز بده اینجوری چه خبر؟ خیلی خوش آمدی آبجی هستم هیچ دقت کردی ریخته ننه رو دیدی؟ ناکم چقدر شونه چودوک برداشه دستشونه گو چقدر زحمت کشید ناکم تو رو خود ناکم انقدر کنه بچه ها رو شست بیچاره شد آبجی ازم پوشت با منه ببین چی میگی در عرض 3 دقیقه 3 تا هوو بر من رو کردی حالا من شبیه ننت شدم خجالت بکش خجالت کریم بگوی بیا بریم همجدی اذیت نکن ببین سوزول بازی در نه بعد عمره خواهش ازت کردیم بیا بریم این دفعه تیم ما میبازه بیا بریم میگم سلام ببین من دیگه نمیرم تلاش اینم بابا میگم بیا بابا بیا یه دونه گوسفند خریدم دور از جون هیکلش همین انقدر ببین به 4 رقم بابا میکنه میگه ب ب ب ب ب ما هم بدیم همجدیه بیا بالا همجدیه بیا پدرمونم بریم ولی میگم بیا پیش یه چیزی من میگم نه گوش بریم آزادی میدونی چرا آزادی موج مکزیکیش بزرگ یه تکمتی دیگه موج مکزیکی میکنیم بعدش هم تو اون برمان میشه میگه دید پرسونیس ما میگه دید استقلال بعدش هم ببین بی ادب نباشی من میگم شیر سماوات تو چیزی نگی نه من نمیه ببین من اونجا نه من بی آزادی میم اگه اومد دستید من بگم حرف ازا برسن فقط بباشم نمیه ها دستید سرم اصلا ببین نمیدونم دبی بودم سبی بودم چجوری شد سرگیجه گرفتم ناغافلی سرم خورد به اینجا ای دستت درد نکنه اسباب زمین اگه شما رو نداشتم چیکار میکردم دستت ببین فریبا احساس میکردم اینقدر شفاف بود پرواز کردم قدرت دستگون داد سلام دستون بعد الیدی چیه اینقدر شفاف از اون بالا این عقاب نشستم برای مردمی خیلی طرفدارم بودن وای چرا اینجوری شدم
بله خوابتون تعبیر شد، مژگان و شمسی و الهتون هم دیدم. از اینا هم اسم بردم من، اینا نکه مشتری مغازه من بسیار بسیار بد حساب، انقدر جنس بردم اسماشو من نوشتم، همیشه دم نظرم هم. نمیدونم تو که غریبه نیستی، افسانه. افسانه؟ جلبرگ‌ها و قارچ‌ها اولین جانداران پرسلولی بودند. به خاطر بیاورید که گیاهان و جلبرگ‌ها در فرایند فتوسنتز از انرژی خورشید برای ساختن مواد غذایی خود استفاده می‌کنند. پس یادت باشه گیاهان از فتوسنتز همه چیزشو به اسم زنش می‌کنه. اونا 30 سال دارن با هم زندگی می‌کنن. یعنی چی؟ بعد 30 سال پست بازنشستگیشو گرفته یا تا هنوز منو قبول نداری؟ جلبرگ‌های خشکی و قارچ‌ها می‌توانند نوعی مشارکت دو طرفه زیستی در برای زندگی ادامه زندگی داشته باشند. پس جلبرگ‌های خشک قارچ‌ها منم که کلی سهام دارم خانم. دیگه از خودتو حرفات خسته شدم. از خودتو این حرفا خسته شدم. منم از تو خسته شدم. از دیر اومدن منم از خودت تو دیر اومدن و تو بهانه ها تو همه چیت خسته شدم. نه خیر نمیشه درس خوند، تعطیل. سلام بر مرمری ترین گل سرخ روی زمین. ای کاش مثل پینوکیو. محسن پشت با کامپیوتر کار دارم. خودم کار دارم، برو بیرون. مینم من از اتاق خودم بیرون میکنم، میگم پشت کار دارم. مبارک باشه. ای کاش وقتی رو مودی مثل پینوکیو دماغت دراز بشه. از کجا اومده؟ یه دوستای با معرفت زیاد دارن دیگه، اونا میخرن. چقدر شبیه گوشه قبلی مرجانه. مگه باید نگفتم اسم اونو جلو من نیار؟ برو بیرون مینم. سر من داد نزن، من از خودم بیرون نکن. چطور شما مثل سگ و جری به جونم افتادین؟ چه مرگتونه؟ بابا سگ و جری چیه؟ بعدش هم که ما داشتیم درس میخوندیم. الان دارین درس میخونین؟ ارواح خیگ آقاتون در قضیه دیگه کاغذ و کتاب کو؟ اینها این کامپیوتر. خفه کن اون وامونده رو. فریبه خانم، فریبه خانم بیا ببین، بیا ببین که آها خوب شد اومدی. ببین بچهای گلت چجوری درس میخونن؟ میگم همه چی تقصیر این وامونده بی سابه میگن. هرس نخو. چجوری هرس نخونن؟ ها؟ باباتون درست میگه. چیو بابا راست میگه؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ داریم درس کار میکنیم دیگه. چه طرز حرف زدنی؟ باشو زود باش. ماما تو رو قرآن دست ازن، تازه درستش کردم. بابا خرابش میکنی. صبر کن ببینم. ظاهرا خودت به همش ریختی. ای کاش ملاکی برای سنجش صداقت بود. به به خسته نباشین از این همه درس خوندن. دریا در استکان جا نمیشود. شما که سرت میشه فره بخانم، بگو این بچه ها چه غلطی داشتن میکردن؟ ببین آقا رحیم، اگه بخوای سر از کار بچه ها در بیاری باید کامپیوتر یاد بگیری تا با سند و مدرک حرف بزنی. چشم روشن، کلامو بندازین بالاتر، بچه ها خلافکار از آب در اومدن. دست شما درد نکنه، حالا ما دیگه خلافکارم شدیم. ببین من اینو میندازم تو سلطاشغال، کسی جرئت کنه بهش دست بزنه؟ حالا ببین. نه خیر آقا رحیم، خلافکار نیستن، اشتباه کوچولی بوده جبران میشه. بالاخره کامپیوتر یاد میگیری یا نه؟ سر پیری و مرکه گیری. ببین من مال این حرفا نیستم. رحیم ناامیدم کردی، نه قیافت پیره نه زمانش دیره. چی میگی؟ خدا عاقبت همتون رو به خیر کنه، من رفتم. تو رو بیرون بینم. تو هم برو. چه پوری بابا اتاق منه ها. میگم محسن فکر کن بابا کامپیوتر یاد بگیر. بهت خندیدم. پاشو برو بیرون دیگه، پاشو بدو بدو. اینو میزنم ها. Thank you.
ببینم جناب عالی حساب کتاب مغازه‌تون رو چطوری محاسبه می‌کنی؟ یه مطلب دیگه هستش. با هوش و حواسم یه چیز اختراع شده به اسم ماشین حساب. تق 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 حساب. چرا با چرتکه کار نمی‌کنی؟ بذار خودم جواب بدم. چون ماشین حساب هم دقیق‌تره هم سرعتش بالاتره. حرف دلتو بزن چی می‌خوای بگی؟ اونو بگو. می‌خوام بگم که اگه کامپیوتر یاد بگیری هم برای خودت خوبه، به درد مغازه می‌خوره، هم سر از کار بچه‌ها در میاری. یعنی سر پیری و بفرما معرکه‌گیری گیرم که بخوام این کارو کنم. آخه تو این سن و سال من چه جوری بیام یاد بگیرم؟ با چه روی وارد بشم اینو یاد بگیرم؟ با روی خوش. خب گیرم که علی چه جوری ها؟ آموزشگاه کامپیوتر فریبا در خدمت شماست. بشم شاگرد مرسی خودت؟ وقت دهن فامیل چجوری بندم؟ میگن خاک تو سرت کنم رحیم، آخر عمر زنزلی شدی رفتی زیر بلیط زنه؟ اینو چجوری جواب بدم؟ نه بابا رحیم و بدبخت بیچاره همین انقدر آبرو که تا اینجا جمع کرده حرفش هم نزن. رحیم چطور اون موقع که مادرت بهت راه رفتن یاد میداد به غیرتت بر نمیخورد؟ خوش غیرت. حالا نگرانی نترس، به ضررت نمیشه. ببین فریبا خانم، فریبا خانم. بله خودم هم دلم میخواد یه چیزی یاد بگیرم، ولی میشه بدون آبروریزی و خیلی مخفی نباشه؟ میشه. خیالم راحت؟ خیالت راحت. یه بار دیگه میگم خیالم راحت. خیالت راحت دیگه. الکینی بابا ننت اسمتو فریبا گذاشتن، یه چیزایی میدونستن، ولی یه شرط داره، بچه ها اصلا ابدا هیچی نفهمن. فکر اونجا رم کردم. لپتاپ چیتاپ؟ صبونتو بخور بعدم برای توضیح میدم. صبونتو جدی میگی؟ نشنیدم اسمشو. این پسره دیر کرد، میترسم با این دستپاچه لفتگریاش گیرمون بندازه. ای بابا تو هم وقت گیر آوردی هستی جون، تو این گیربازاری تا اون گیر و گورت شده این پسره. ولش کن بابا، بیخیالش شو. بابا تو هم حرفایی میزنی ها، این اصلا قد و قوارش به این کارا نمیخوره. خب میترسم. قربون تو برم اگه میترسی بذار رد کارش. چیکارش داری؟ ای بابا من فقط میگم بذار مراقبش باش گیجبازی در نیاره. این مامور بغلش رد بشه هممون رو لو میده ها. بابا اینجوری هم نیست، بچه خوبیه، قول میدم زود راه بیفته. آقا ای بابا این تا بیاد تو راه ما رو نفرس جاده خاکی شانس آوردی. سلام نیشه تو به من نکبت، خیلی زود اومده نیشم تا بناگوش بازه. شما اینجوری میخوای نونوار چی؟ آقا نمیدونی که چی شده بود، مامانم گیر داده بود کجا میری، منم همچین دو درش کردم. دو درش کردم، خوشم اومد، همچین فرنگ واژگان داداشمون تکمیل شده. چی میگه دو در کرده؟ انگار بانک دو در کرده. قیافش کلن قد یه نصف پنجرم نیست. بعد اون وقت میگه دو در کرده اونه. بابا کارش درسته داداشمون، چیز که نیست داداشمون. ای بابا ببین آقای سی، چند بارم بهت گفتم و هر کاری باشه من میکنم. منو ببین هر کاری. بای دیدی چی شد؟ خاک بر سرت. بابا تا دستتو نبری. خاک بر سرت. آقا جان کار ما به حال آوردن مردمه، نه حال بردنشون. کار ما یعنی اینکه شما یه قرص بده به طرف، طرف میره مسافرت دور دنیا، یعنی میره دور دنیا رو میچرخه، اونم تازه چی؟ مفت و مجانی. فقط باید هر جفتتون حواستون باشه که از این قرصا دوتا به کسی ندین، و الا سفرش از این دنیا دیپورت میشه به اون دنیا. تو هم حواست باشه از این چیزا به هم کلاسیات ندیا، لازم باشه نیما این کارو میکنه. افتاد؟ چی افتاد؟ آره بابا تو نیستم. افتاد؟ آره آره افتاد. خدارش اگه افتاد را بیفتیم بریم که خیلی کار داریم. بودوی میگم اگه مدرسه نباشی شاید میتونست ببریم. تابستون وقت داره هر جا که بخواد بره، تنها خونه نمیمونی، میره خونه خاله. بله خیلی خوب باشه. خفم کردی بابا، آخه چقدر حرف این دختر رو میزنی؟ بد جوری زایم کرده ایش میری. کاری نداره که، تو هم زایش کن. به خدا کاری نداره، تو اراده کن، من یک کاری مواند دیوار راست بره بالا، اصلا واسه بلبلی بخونه، دوست داری؟ چجوری؟ با این حالش رو جا میارم، دارم باش با این. بله مرجان خانم، شام چی براتون درست کنم؟ زنگ بزن از بیرون بیارن.
شیرین. بله. پس فردا 4 به بعد آزادی. وای نه، من شب تنها تو نمیذارم. بد نیست یه سر به خانوادت بزنی. پول آژانس هم خودم میدم، شب برگرد. چشم، ممنون. حالا منو مسخره میکنی؟ یه کاری میکنی به من بخندن همه؟ با اون قیافت. خدافظ. بچه ها بایستیم با اتون کار دارم. همه تون مهمون خونه ما. مناسبتش؟ میدونی دوست دارم یه جورایی گذشته رو فراموش کنیم همگی. پس یه جورایی آشتی کنونه دیگه. چی داری میگی؟ مگه کسی با کسی قرار بوده؟ میدونی فقط میخوام جشن بگیرم. جشن بابت چی؟ میخوام یه جورایی از نو شروع کنم، یه مهمونی خودمونی اساسی. خودمونی؟ خودمونی خودمونی. خوش بگذره، من که نمیتونم بیام. نه دیگه، باید بیاین، همه باید بیان، حتی شما سهیل خانوم. خیلی ممنون، من همیشه حوصله‌شو ندارم. بس کنید دیگه. آشتی کنید ببینم. بچه دلخوری تا کی بسته دیگه؟ من که آکسی قرار نیستم. مردان، آشتی کنید، آشتی کنید. بابا تو شکیه این آشتی، 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 آشتی. پردشم خونه کوشکی. بریم. هی میگید نه زشته زشته. پسری احمق. ای بابا حالا که طوری نشده چه جوش آوردی؟ طوری نشده، قرار نبود از این مهمونی ها باشه. ای بابا سبا، خانواده منم که دیدی چه جوری هن. بابا بی خیال دیگه، اونم اگه بفهمم پوست منو میکنه. آره دیگه، حالا شده. شده؟ به اجازه کی؟ اصلا غلط میکنه از این بازی ها در میاره. من نمیمونم. نه خودم معرفی، نه خودم. آشتی کنونه دیگه، تا حالا که وایسادیم. جون من فقط تا کیک آخره.